وقت خبر ده. نهایی شدن اعضای هیئت جمهوریت در نشست ترکیه. یک مقام بلندپایه حکومت گفته که شمار اعضای این هیئت 15 تا 17 تن خواهد بود. افغانستان د اسلامی جمهوریت د غړو د ګډون کوونکو لست چمتو شوی دی، ډیر زر به اعلان شي او نهایی بشي. با قتل رسیدن یک عضو به کمیسیون نظامی طالبان، بالی ننگرهار تایید میکند که این فرمانده طالبان دیروز در خیبر پشتونخوا به قتل رسیده. دیوس هم په پیښور کې پټنځایونه لري د سلا مشورې لپاره او همدارنګه د حمایې مرکز لري. نگرانی ها از بد امنیتی در ناحیه 12 کابل. در تازه ترین مورد، یک افسر ارتش و رانندهش امروز در تیراندازی تفنگداران ناشناس در این بخش کابل جان باختند. دوم سوم حادثه سیجا میشه به دولت نه هم گلمندی و زکه گلمندی و که دوی استخباراتی او کشتی و قانون لری صحیح فعالیت نکی. و کشته شدن رئیس جمهور چاد در درگیری با مخالفان حکومت این کشور. مشروح خبرها. لحظات پیش صدای یک انفجار نیرومند در شهر کابل شنیده شد. تا کنون درباره چگونگی این انفجار و تلفات احتمالی آن اطلاعات در دست نیست. حکومت افغانستان میگوید که فهرست اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در نشست ترکیه نهایی شده. یک مقام بلندپایه حکومت این خبر را به تلونیوز تایید میکند و میگوید که انتظار میرود شمار شرکت کنندگان این نشست در ترکیه 15 تا 17 تن باشد، در حالی که طالبان میگویند برای شرکت نمایندگان این گروه در نشست ترکیه نیاز است امریکا مواد توافقنامه دوحه را عملی سازد. شورای عالی مصالحه ملی نیز نهایی شدن فهرست هیئت جمهوری اسلامی افغانستان را در نشست ترکیه تایید کرده. شریف امیری گزارش میدهد. در حالی که نمایندگان قطر، ترکیه، سازمان ملل متحد و امریکا سرگرم راضی ساختن طالبان برای شرکت در نشست ترکیه هستند، اما حکومت افغانستان از نهایی شدن فهرست هیئت جمهوریت در نشست ترکیه اطمینان می‌دهد. یک مقام حکومت افغانستان به طول نیوز می‌گوید که انتظار می‌رود شماری از اعضای هیئت جمهوریت از 15 تا 17 تن باشند و در کنار اینان یک گروه فنی 17 نفری نیز با ترکیه خواهد رفت. د ترکیه نسته د افغانستان د اسلامی جمهوریت د غړو د ګډون کوونکو لست چمتو شوی دی، ډیر زر به اعلان شي. زلمه خلیلزاد شب گذشته درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در پشت درهای بسته جزئیات داده است. راه های حل خوب برای چالش های افغانستان وجود ندارند. پرسش های جدی از خلیلزاد پرسیده شدند و یک از این پرسش ها این بود که پس از 20 سال سرمایه گذاری جانی و مالی ما چگونه اطمینان به دست آورده می توانیم که طالبان نمی توانند دوباره اداره حکومت را به دست بگیرند و در نهایت زمینه برای فعالیت های حراس افغانان فراهم نشود. اما همزمان با بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور، ایجاد یک اجماع میان سیاستگران و شهروندان کشور بسیار با اهمیت دانسته می شود. د افغانانو ترمنځ ملي اجماع رامنځته شي تر څو یو مطلوبې پایلې ته ورسیږي. بر بنیاد زمان از پیش تعیین شده انتظار می رود که نشست ترکیه تا 4 روز دیگر برگزار شود. اما تا اکنون کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نشست را برای نهایی ساختن طرح جمهوریت در نشست ترکیه برگزار نکرده است. بلیه ننگرهار تایید می کند که یک فرمانده طالبان دیروز در خیبر پشتونخواه پاکستان به قتل رسیده. ضیاالحق امرخیل می گوید که این فرمانده طالبان نیک محمد نام داشت و عضو کمیسیون نظامی این گروه نیز بود. در همین حال در انفجار یک موتر بمبگذاری شده در شهر جلال آباد 3 سرباز ارتش جان باختند. عبدالحق عمری از ننگرهار در این باره گزارش فرستاده.
والی ننگرهار از کشته شدن نیک محمد مشهور به رهبر، یکی از فرماندهان مهم طالبان که جنگ در برابر دولت افغانستان را در ننگرهار رهبری میکرد، در منطقه حاجی کمپ خیبر پختونخوای پاکستان خبر میدهد. والی ننگرهار میگوید که وی با گلوله کشته شده است و دو طالب دیگر نیز در این رویداد زخم برداشتند. دوی اوس هم په پیښور کې پټنځایونه لري د سلام مشورې لپاره او همدارنګ د حمایې مرکز لري او د دې غټ مسولیت دا و چې په ننګرهار کې ځینې برخو کې عملیات کول، اما په اواخرو کې دوی باندې په ننګرهار کې کافی دا کړۍ راتنګه سوې ده، هم په خوږیانو کې، هم په شیرزادو کې، هم په حصارک کې دوی مجبور سی و چې د دې ځای څخه وباسل سي. بر بنیاد این تصویرها که به طلوع نیوز رسیدند، طالبان جنازه این فرماندهشان را برای خاک سپاری از پاکستان به منطقه خوکیانی ننگرهار آوردند. پاکستان لپاره یو چیلنج ضرور دی چې داعش څنګه په پیښور کې یا خوږ شاسیمو کې یو خپل نظام لري چې هغوی خلک اوساري او بیا هغوی هدف وګرځي. در همین حال این تصویرها که از سوی طالبان پخش شدند نشان می‌دهند که یک موتر رنجر ارتش در ولسوالی بهسود ننگرهار منفجر می‌شود. در این انفجار 3 سرباز ارتش جان باختند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. یکی از جان باختگان این انفجار حبیب الرحمن نام دارد که باشنده کابل است و پیکرش را اینجا در کابل به خاک سپردند. طالبانو ورونو څخه زمونږ دا غوښتنه ده چې نور د خارجي استخباراتو لاسنیوی ونه کړه، راشي د خپل افغان دفاعي ځواکونو سره یو ځای شي او خپل ولس او خاورې ته خدمت وکړه. این نخستین فرمانده طالبان نیست که در پاکستان کشته می شود. ملا منصور رهبر این گروه نیز در منطقه بلوچستان این کشور در یک حمله هوایی کشته شد. سه غیر نظامی در یک انفجار در شهر کابل زخم برداشتند. این رویداد در حوالی ساعت 7 شام امروز در بخشهایی از حوزه 8 شهر کابل رخ داده. زخمیان این رویداد 2 کودک و 1 مرد هستند. یک افسر ارتش و رانندهش در یک حمله تفنگداران ناشناس در شهر کابل جان باختند. این افسر مدیر کادر و پرسنل فرماندهی مشترک مهاربوی وزارت دفاع ملی بود و بامداد امروز در حالی که به سوی محل کارش میرفت در حوزه 12 شهر کابل آماج تیراندازی قرار گرفت. باشندگان این منطقه اوضاع امنیتی را در این بخش کابل نگران کننده میدانند و نهادهای امنیتی را در مهار رویدادهای ضد امنیت و ناکامی متهم میسازند. خالد نیکزاد گزارش میدهد. بامداد این بخش کابل با یک رویداد ضد امنیت رقم خورد. دو مهاجم مسلح یک افسر ارتش را با رانندهش در سایه ارزان قیمت حوزه 12 امنیتی پایتخت با شیلک گلوله بر موتر عاملشان کشتند. باشندگان این بخش نهادهای امنیتی را به ناکامی در تامین امنیت مردم و روسفگنان را به کشتار بیرحمانه نظامیان متهم می کنند. با شکل چریکی میگردن دیگه، ای آدم دو پا است، این آدم چه رقم بررسی کنه، چه رقم بگیره دیگه، علت نمیجایی دوم سوم حادثه سی جا میشه با. دولت نه هم گلمندیو زکه گلمندیو چې دوی استخباراتی او کشفی او قانون لري صحیح فعالیت نه کوي. سه روز مره دغه سه دی اردو افسران یا دی پولیس افسران دلته لبای نزی او نه پویګه ما چې دا خو خه کار نه دنو. جان باختگان این رویداد نقیب الله نظری مدیر کادر پرسنل فرماندهی تعلیمات مشترک محاربوی وزارت دفاع ملی و دریورش است. نقیب الله از دور نخست اکادمی ملی نظامی فارغ شده بود و 10 سال میشد که در ارتش کار میکرد. نزدیکانش میگویند که از او 3 پسر و 1 دختر و قد نیم قد بر جا ماندند. بی‌رحم کنی به اولادم مسلمان، به رحم کنی به این ملت، تا کی ترور آلی بچه های از این اولاده کاش یتیم ماند، خانمی بیوه ماند. ما بسیار فهمیدی اینه چرا ما اولاده از این هر سات اولاده از این میبینیم خودش به ما یک مرگ است. نمیفهمیم که هدف از یا چیست و از این مردم مسکین بیچاره یا چی میخواین. تمام روز دغم دغم ببین، این ماه مبارک رمضان رو ببین، این حالت ببین. وزارت امور داخله میگوید که گروه های عروس افغان با راه اندازی حمله های هدفمندانه میکوشند تا میان دولت و ملت فاصله ایجاد کنند. من جدی په دې باندې کار کوم ترڅو دا صفر تر اولو د افغانستان دښمنان غواړي چې د ملت او د دولت یا حکومت ترمنځ واټن پام دې باندې راپیخ کی.
از کندهار نیز خبر می رسد که در سه رویداد جداگانه هدفمندانه در این ولایت سه پلیس جان باختند و دو تن دیگر زخم برداشتند. افزایش ترورهای هدفمندانه در بخش های کشور به یک نگرانی جدی شهروندان مبدل شده است. از سوی دیگر در دو ماه پسین 5 تن از نیروهای ارتش به گونه هدفمند در بلخ به قتل رسیدند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. سخنگوی قلوردی 209 شاهین می گوید که طالبان پس از شکست در میدانهای نبرد به ترور نیروهای ارتش رو آوردند. باشندگان و نیز یک عضو شورای ولایتی بلخ افزایش قتلهای هدفمند را به کمکاری نیروهای کشف و استخبارات پیوند می دهند. یک آگاه نظامی میگوید که طالبان با این روی کرد در تلاش بی‌باور ساختن مردم بر توانایی های نیروهای دولتی کشور هستند. عارف موسوی از بلخ در این باره گزارش فرستاده. در پی نگرانی ها از افزایش قتل های هدفمندانه نیروهای ارتش در مزار شریف، مقام های قلوردوی 209 شاهین از کشته شدن مسئول عمومی قتل های هدفمندانه طالبان در ولسوالی چاربولک بلخ خبر می دهد. چند روز قبل دیگه هم سرطبیب قلوردوی 209 شاهین متاسفانه ناجوان مردانه توسط حراس افغانهای طالب به شهادت رسیدن که پشت پرده سناریوی ترورهای هدفمند اجمل ماشک بودند و خوشبختانه توسط نیروهای دفاعی و امنیتی ما هدف قرار گرفت و از بین برده شد. در 3 ماه پسین 5 تن از نیروهای ارتش در حمله هدفمندانه در مزار شریف کشته شدند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. در آخرین رویداد روز یک شنبه یک افسر نیروهای هوایی در مزار شریف ترور شد. این گونه رویدادها باشندگان مزار شریف را نگران ساختند. قتل های هدفمند هم زیاد شده و ترور ها همچنان مردم ذهنشان پریشان است، نمیتونند که کار درست بکنند. مردم تشویش های خیلی زیاد دارند، امنیت از یک طرف نیست، مردم بیچاره هستند، غریبی هست، دربدری هست، آوارگی هست. مردم در این فکر مانده که ما چه کنیم. وقتی که حمله بر نظامی ها اینقدر قابل دسترس و آسان باشه، دقیقاً برای مردم غیر نظامی و ملکی خیلی ساده است و همه گیره نگران میکنه. قلوردوی 209 شاهین میگوید که طالبان توانایی رویاریوی با نیروهای دفاعی را ندارند، از این رو به قتلهای هدفمندانه رو آوردند. اما یک عضو شورای ولایتی بلخ افزایش قتلهای هدفمندانه را پرسش برانگیز میداند. نه تنها که طالبان و القاعده نظامی ها را کار دارند و مردم غریب بیچاره هم اینمی صدمه را میرسند، ترورای هدفمندانش در برابر متنفذین، در برابر مردمی که داخل شهر و بازار می گشت و گذار میکنن خاطر یک لقمه نان، اونا را بین نظام میدن خودمون انفجار میکنن. در این میان یک آگاه نظامی بر این باور است که ادامه قتل‌های هدفمندانه برای نیروهای دولتی و شهروندان کشور پیامدهای ناگواری را در پی دارد. جنگ بالا یک پوسته، جنگ بالا یک توله، جنگ بالا یک قطعه اینقدر تاثیر منفی شاید نداشته باشه، به شرط از اینکه وظیفه زیاد جنگ است. مگر یک ترور میتونه که مورال یک قلوردو را، روحیه یک قلوردو را پاشان و درمان بسازه، به شرط از اینکه اونا بی اعتماد میشن بالای تدابیر امنیتیشان که از طریق ارگانهای کشفی و از طریق ارگانهای امنیتی بالای از اون افراز شده است. در کنار قتل‌های هدفمندانه، درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان نیز در این اواخر افزایش یافته. در ادامه تا چند لحظه دیگر، تلاش‌ها برای حفظ حقوق و دستاوردهای زنان افغانستان. ادامه خبرها. اعضای کمیسیون حقوق بشر و زنان مجلس نمایندگان برای جلوگیری از نابود شدن حقوق و دستاوردهای زنان با پایان مأموریت نظامی واشنگتن در افغانستان یک رشته نشست‌های آنلاین را با پارلمان‌های کشورهای منطقه و جهان آغاز کردند. از این کمیسیون در نخستین نشستشان با اعضای پارلمان سویدن از ناتو می‌خواهند که پاکستان و طالبان را به صلح در افغانستان متقاعد بسازند که در آن حقوق زنان افغان
محفوظ بمانند. در این میان ناهید فرید یک عضو مجلس نمایندگان میگوید که نیروهای خارجی نباید به یک بارگی افغانستان را ترک کنند. زهرا رحیمی گزارش میدهد. اعضای کمیسیون حقوق بشر و زنان مجلس نمایندگان و شماری از فعالان حقوق بشری در نشست مشترکی که با اعضای پارلمان سویدن دارند، از این کشور می‌خواهند از صلحی در افغانستان پشتیبانی کنند که در آن حقوق زنان جا داشته باشد و حفظ دستاوردهای مردم افغانستان را تضمین کند. در پروسه صلح فشار بیاره روی طالبان، روی پاکستان، روی کشورهایی که بازیگرای اصلی جنگ و صلح در افغانستان هستند تا پای میز مذاکره بنشینند و ارزش‌های مردم افغانستان را در نظر بگیرند. شرکت کنندگان نشست میگویند که نباید تمام نیروهای خارجی به یکبارگی افغانستان را ترک کنند. ما نمیخواهیم هر چیز را قربانی صلح با طالبان بسازیم و تایید اداره بایدن را به دست بیاوریم. آنان میخواهند یک تصمیم بسیار غیر مسئولانه را درباره افغانستان بگیرند. این حق و این کشور ماست. اجازه دهید خود ما برای خود تصمیم بگیریم. در همین حال فعالان حقوق بشری میگویند که نظام افغانستان نیاز به پشتیبانی جامعه جهانی دارد و از روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید نظارت شود. از اینا مزیادتر توقع دارم که اینمی یک سیستم نظارتی ردامر از این مملکت اعلامتن به خاطر خوبی دنیا. نگرانی ها از خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان در حال بیشتر شده است که هفته گذشته رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که نیروهایش را به گونه کامل تا کمتر از 5 ماه دیگر از افغانستان بیرون می کند و این خروج وابسته به اوضاع افغانستان نیست. در ادامه، خواست اداره هوانوردی برای گرفتن مسئولیت‌های فنی میدان هوایی کابل. در اداره هوانوردی از ناتو خواسته که مسئولیت‌های فنی میدان هوایی حامد کرزی را به این اداره بسپارد. اداره هوانوردی در نامه به نیروهای ناتو خواسته که در مرحله نخست مسئولیت برج نظارتی میدان هوایی حامد کرزی تا آغاز ماه آینده میلادی به این اداره سپرده شود و پس از آن این اداره تمامی مسئولیت ها را در این میدان در چند مرحله خواهد پذیرفت. مسئولان اداره هوانوردی میگویند که با انتقال مسئولیت های میدان هوایی به این اداره تا 50% در هزینه های هوانوردی کاهش خواهد آمد. زبیح‌الله جهانمل گزارش می‌دهد. کنترل ترافیک هوایی، بخش آتش نشانی، مسئولیت و هواشناسی مشمول 5 بخش مهم فنی در میدان هوایی حامد کرزی هستند که در حال حاضر بخش از مسئولیت های آنها به دوش نیروهای ناتو است. مسئولان اداره هوانوردی میگویند که آمادگی لازم برای پذیرفتن این مسئولیت ها را دارند و به زودی روند انتقال این مسئولیت ها به این اداره آغاز خواهد شد. آنان میگویند که در حال حاضر سالانه در حدود 60 میلیون دلار برای خدمات هوانوردی در کشور هزینه می شوند که با انتقال مسئولیت ها به حکومت افغانستان این هزینه ها تا 50% کاهش خواهد یافت. انسانی یا بشری قوت من ورتبه با مختلف برخو که لرو اوله غوښتنه زمونږ د کنټرول ټاور وه چې اوس یې نظامي قواوې کنټرول په لاس کې لري. موږ ورنه غوښتنه وکړه چې په اول د مې باندې هغه د ملکي هوایي چلند ادارې ته ور وسپاري. در همین حال مسؤولان انجمن حمایت از هوانوردی افغانستان میگویند که در حال حاضر تنها مسؤلیت های شمار از میدان های هوایی بزرگ در کشور به دوش نیروهای خارجی است و برای انتقال این مسؤلیت ها به اداره هوانوردی باید آمادگی های لازم برای مدیریت میدان های هوایی روی دست گرفته شود. هوانوردی که هر وقت ډیر منابع ته ضرورت وي، دولت باید ودې ته کافی تخصیص و بودجه و او هغه پروسیجرونه چې دي هغه ورته لاند کړي. میدان هوایی حامد کرزی یکی از میدان های بزرگ در کشور است. بر بنیاد اطلاعات اداره هوانوردی در حال حاضر کمتر از 1000 مسافر روزانه به این میدان رفت و آمد می کنند. خواهید دید جان باختن نزدیک به 1800 تن از بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته در هند.
ادامه خبرها. ادریس دیبی رئیس جمهور چاد در درگیری با گروه های مخالف حکومت این کشور کشته شد. ارتش چاد اعلام کرده که ادریس دیبی در خط نخست نبرد جان باخت. به گزارش خبرگزاری AFP اکنون شورای نظامی به ریاست پسر رئیس جمهور چاد زمام امور را در این کشور به دست گرفته. از توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر. شب بخیر.